سلام دوستان، وقت همگی به خیر باشه. دیروز در واقع پستی رو که براتون گذاشتم بر کانال تلگرام و فیسبوک مربوط به منفی کردن بود، در واقع همین نگاتیون بود و عرض کرده بودم خدمتتون که مبحث اولش رو روز قبلش یا 2 روز قبلش در مورد نیشت گفته بودم، یکی از راههایی که ما میتونیم در زبان آلمانی نگاتیون رو یا منفی کردن رو انجام بدیم با کلمه نیشت هست، که در واقع کاربرداش هم بهتون گفته بودم که به چه صورت کجا قرار میگیره. دومین راهی که داریم برای منفی کردن اسامی بود، یعنی اسم در زبان آلمانی دیگه با نیشت منفی نمیشه، با کاین یا کاینه، و همینطور به ترتیب با توجه به ساختار جمله، یعنی اگر نومیناتیو هست به این شکل کاین باید صرف بشه، نگاه به اسم میکنید، فمینین هست، نوشقال هست یا پلورال، و با توجه به اون صرف میکنید و صرفش رو براتون نوشتم در آکوزاتیو همینطور و در داتیو. و عرض کردم البته در گنتیو هم داریم ولی من هنوز براتون نگفتم، اونو توی بحث جدید باهاتون باز میکنم بعدها. اینها رو بهتون گفتم و گفتم که کاینه هم برای منفی کردن اسم میاد و اینها رو باید حفظ کنید. امروز آخرین راه، سومین راه و آخرین راه برای منفی کردن رو میخوام بهتون بگم که نگاتیون در واقع چطور با این کلمات انجام میشه. خود این کلمات کلمات مثبتی هستند. من چند تا نمونهشو براتون می‌نویسم. مثلا بذارید من اینو اینطوری تیتری براتون ننویسم چون طولانیه، نمیتونم براتون این شکل بنویسم. بذارید براتون این رو در قالب توضیح دادم بهتون بگم، چون اگه بخوام یه تیتر کنم بعد وقتی توضیح میدم متوجه میشید که طولانیه، کمی گیجتون میکنم. مثل این دوتا فقط نیست تیتری بنویسم، چند تا هستش. حالا بذارید اینا رو من دیگه پاک کنم و درس جدید با هم شروع کنم. خب دوستان عزیزم، ببینید در زبان آلمانی همیشه همونطور که گفتم با نیشت یا کاین و کاینه منفی نمیشه. در واقع چیزی که امروز میخوام بهتون بگم چیز بسیار ساده ایه، خیلی ساده است و حفظ کردنیه واقعا. خیلی مثل این بحث آرتیکل و اینها نداره، فقط واقعا حفظ کردنیه. یعنی چی؟ ما چند تا کلمه داریم در واقع الس، متاسفانه نمیدونم این اسلش این کجا هستش، یه لحظه اجازه بدید من. خب عذر میخوام ازتون، میخواستم که یه لحظه فیلم رو متوقف کردم که این اسلش رو من در کیبوردم پیدا بکنم. خب ما کلماتی در زبان آلمانی داریم در واقع تحت عنوان مثلا الس یا اتفاس که حتما تا به حال شنیدید. میگه اگر در جمله ای، براتون وقتی مثال بزنم روشن میشه، میگه اگر در جمله ای این کلمات بیاد و شما بخواید، یعنی این کلمه بیاد یا این کلمه بیاد و شما بخواید اون جمله رو منفی بکنید، به شکل منفی برگردونید، حتما چند بار تاکید میکنم باید از کلمه نیشت استفاده بکنید. بچه نیشت منفی میکنه ولی نیشت درسته که منفی میکنه ولی ظاهرش فرق میکنه. ببینید اس آخر رو توجه کنید، اینجا دیگه این اس آخر رو من بیارم اینجوری، این اس آخر رو دوستان توجه کنید، من یه رنگ دیگه میکنم که یادتون بمونه. این نیشت با این نیشت این بالا مورد یک فرق میکنه. پس الس یعنی همه چیز، اتفاس یعنی یه چیزایی، حالا فرض کن نیشت یعنی هیچی، درست؟ حالا من براتون مثال میزنم یعنی چی کار میکنه. من میگم که ich kann alles machen، ich kann alles machen. چی شد؟ این الس اومد اینجا، درسته؟ این آبی میکنم، مثلا اینا رو هم دیگه آبی میکنم که شما بدونید. خب ich kann alles machen یعنی من همش رو میتونم انجام بدم، این یه جمله کاملا مثبته. همین شما میخوای منفی کنی. قاعده اول راجع به درس امروز اینه که شما حق ندارید در واقع در زبان آلمانی
اگر میخواید این جمله رو که الف درش به کار رفته رو منفی بکنید، فعل رو منفی بکنید. اصلا ما با فعل هیچ کاری نداریم. خود این الف رو وقتی نیشتس رو بذارید به جاش، خودش خود به خود معنیش منفی میشه. خب یعنی چی؟ شما میتونید این جمله رو اینجوری برگردین که ایش کان نیشتس ماخن، یعنی من هیچ کاری یا هیچی نمیتونم انجام بدم. درست؟ ایش کان نیشتس ماخن. بچه رنگاش رو نگاه کنید، من به همین دلیل آبی کردم که بدونید این همینه به کار رفته و نیشتس هم همینه که اینجا هست، آوردم اینجا. چی شد الان؟ ساختار جمله منفی شد، یعنی من هیچ کاری رو نمیتونم انجام بدم، من هیچ چیزو نمیتونم انجام بدم. وقتی میگی نمیتونم انجام بدم، آیا اینجا گفتیم مثلا ich kann nicht machen؟ نه، فعل به شکل مثبت با این کلمات باقی میمونه. هیچ وقت در این درس امروز که بهتون میدم حدود 4 تا 5 تا کلمه، شاید 4، در واقع 4 تا گزینه به این شکله. اگر اینا رو بهتون میگم وقتی میخواید منفیش کنید، اصلا به فعل کاری نداشته باشید. به محض اینکه الف اتواس رو، الف یا اتواس رو در جمله دیدید، نیشت رو بذارید به جاش برای منفی کردن. خب این اولیش بود، درست؟ من میذارم آ، این آ بود، درست؟ حالا میرم سراغ ب، رنگش هم آبی کنم که بدون این گزینه دومه. حالا ب، اگر در جملتون باز یه کلمه دیگه، کلمه ایمر، ایمر رو دیدید، همیشه برای منفی کردنش از چی استفاده میکنید؟ از کلمه نی. ایمر بشا یعنی همیشه و نی یعنی هرگز. اینم میشه همه چی، یه چیزایی. حالا به فارسی خیلی نتونم خوب برگردم، تا حدودی میتونم بهتون بگم که معنیش حدودن چی میشه. پس این شد، این نیست رو جدا بکنید. خب ایمه یعنی همیشه، نی یعنی هرگز، درست؟ میگه اگر در جمله ایمر اومد و خواستی منفی کنی، اگه خواستی منفی کنی، نی رو که بذاری خود به خود جمله منفی میشه. دست به فعل نمیزنی برای منفی کردن. نه ما نیشت میذاریم اینجا، نه کاین و کاینه میذاریم، با هیچ کدوم از این روش اول و دوم کاری نداریم. اگر الس اتفاس در جمله باشه با نیشت منفی میشه، ایمه باشه با نی، و همینطور به ترتیب که میریم پایین بهتون میگم. من میگم که ایک، یه مثال میخوام بزنم دیگه، مشکیش کنم. ایک فوتوگرافیر ایمه، این ایمه رو من آبی میکنم که بدونی همین کلمه است. ایک فوتوگرافیر ایمه، من همیشه عکس میگیرم یا عکاسی میکنم، همین رو میخوام منفی کنم. فعلم چیه؟ فعلم فوتوگرافیقه، درسته؟ اینجا چی بود فعلم؟ کنن بود، یا در واقع کنن بود به اضافه ماخن، فعل کمکی و فعل اصلی. هر کدومش رو میبینید هیچ کدومش منفی نشد، اصلا کاری ما با کان نداریم. ماخن که اصلا اینفینیتیوه، ولی کنن هم در واقع به عنوان فعل کمکیمون منفی نکرد. اینجا هم همینطور، اینجا فوتوگرافیقن هست، می‌نویسم ایش فوتوگرافیقه. میخوام بگم همیشه، میخوام بگم هرگز من عکس نمیگیرم، هرگز عکاسی نمیکنم. چیکار میکنم؟ میگم ایش فوتوگرافیقه نی، تمام، من هرگز عکاسی نمیکنم. معنی جمله منفیه. ببین من این بالا معنی اینو می‌نویسم، من هیچی نمیتونم انجام بدم. فعل نمیتونم چیه؟ منفیه. ولی اینجا شما منفی ببینی؟ نه، نیشتس به معنی هیچیه، نه به معنی منفی کردن فعل. این نیشتس رو اشتباه نگیرید بچه. اینجا میگه من هرگز عکاسی نمی کنم، ولی یا عکس نمیگیرم. خب کل این جمله رو من مشکی میکنم. اونجایی که فعل من هستش که منفی شده، من اونجا قرمز میکنم که ببینید با این که فعلمون
معناش منفی شد، ولی در ساختار جمله در زبان آلمانیش تغییر اینجا پیش نیومد. خب میریم قسمت سه. نگران نباشید، چهار قسمت بیشتر نیستش. بذاریم اول این دارم همه سیاه اینا رو مینویسم، بعد رنگاشو عوض میکنم. این قسمت سه. خب که وقت رو نگیره. بعد داریم علم، اگر در جمله بود علم و یماند که معمولا در حالت چی میاد؟ نومیناتیو میاد. حتما اله یا یماند اگر فقط به همین شکل، یعنی اله یماند، هیچی دیگه نداره. نه یماندم هست، نه یماندن هست، هیچی نیست. نه علم هست، نه علن هست، هیچ کدوم. اگه اله یا یماند بیاد یعنی که در حالت نومیناتیو اومده، یعنی همه یا شخصی، همه یا شخص، شخص، یک شخص رو میگم. پس معنیش میشه همه یا یک شخص، منظورم شخصه دیگه بچه، خیلی به فارسی نمیشه دقیق برگرده. نیماند منفیش میکنه به معنی هیچ کس، هیچ کس. حالا چی شد؟ من اینجا رو بذار برات آبی بکنم و اینم قرمز. با نیماند منفی میشه دیگه. توضیحات بالا رو بهت نمیدم برای که دادم فعل اصلا دست بهش نمیزن، نه مثال فقط برات میزن. ایست هیر، آیا اینجا، آیا اینجا یماند کسی هست؟ ایست هیر یماند. خب ایست هیر یماند، این یماند همون یماند بالا هستش. میخواد منفی کنه. وقتی میخواد منفی کنه باید چی کنه؟ از نیماند استفاده کنه. nine here is نیماند. فعلمون چیه؟ ایسته. تغییر حالت پیدا کرد. خیر، فقط نیماند رو گذاشتیم و منفیش کردیم. آیا اینجا کسی هست؟ خیر، اینجا کسی نیست. اینجا کسی نیست. اینم در واقع اون فارسیش که منفی شده، ولی معنا منفی، ولی خود ظاهر فعل آلمانیمون که ایست هست، واین هست، اینجا در واقع هیچ تغییری نکرده. اگه بخوام با علم براتون مثال بزنم، میگم که علم واقعا همه، همه اینجا بودن. خب همه اینجا بودن. حالا میخوام این رو دیگه سوالی نیست، میخوام همین رو فقط یه جمله خبری میخوام منفی کنم، میگم نیماند بار دا، هیچ کس، هیچ کس. بچه فقط یادتون باشه نکته نکته، اله یعنی همه، وقتی همه رو میاری فعلتو باید جمع بیاری. اله واند، ولی اینجا میگه نیماند بار دا. ما تو فارسی هم همین میگیم، میگیم همه اونجا بودند، درسته؟ همه، ببین تو فارسی هم میگیم همه، حالا هر جا بودند، در مهمانی بودند، این بودند رو دقت کن. خب باید جمع باشه این، واقعا ببینید این باید جمع باشه، ولی تو جوابش چی میاد؟ میگه هیچ که اونجا نبود. خب پس این وار، اینو باید دقت کنی که اینو اشتباه ننویسی. نیمان واقعا هیچ کس آنجا نبود، درست؟ آنجا نبود، معنی منفی شده. و ولی خود فعل که واقعا هست، نه اینجا، در واقع اینجا منفی نشده. میریم قسمت د، در واقع قسمت چهارم. نمی که آبیش کنم مثل بالا بشه. خب این رنگی کردن کمک میکنی که شما هم تو درس بهتر یاد بگیرید. عین همین، عین همین یعنی اله یماندن چه فرقی کرد؟ ما بالا گفتیم اله یماند بدون هیچ پسوندی مثل یماندن، نیماندم، اینا نومیناتیف هستش. اینجا چی شد؟ آکوزاتیف. بچه چرا آکوزاتیف میگیم؟ به خاطر که یادتون باشه این ای این رو نگاه کن،
یادت باشه همین ای اینی که من میخوام الان این رنگش میخوام و درستش میخوام، یادت باشه آین میشد آینن، در میشد دل، درسته؟ این پسفنده رو میبینی ای این، اینو میبینی ای این، این همینه، یماندن هم همینه. پس در زبان آلمانی ما یماند رو صرف میکنیم با توجه به ساختار جمله. من به جرات بهتون میگم انگار اینطور در نظر بگیرید که در زبان آلمانی همه چیز صرف میشه به جز نقطه و علامت سوال و علامت تعجب و علامت که آخر جمله هست. واقعا حالا این یک شوخیه، ولی واقعا هر چیزی در زبان آلمانی صرف میشه. حالا این رو کلی من دارم میگم، نه بگیم نه این صرف نمیشه نه اون صرف نمیشه. منظور من اینه که هر بخشی از جمله رو واقعا گرامرش به این علت پیچیده تر از زبانهای دیگه هستش که صرف میشه و خب چاره هم نیست، باید حفظش بکنیم دیگه. حالا اله یماندن آکوزاتیف هستش، همین رو اگه بخوای منفی بکنی باید چیکار کنی؟ تو منفیش فقط میذاری نیماندن، همونطور که اینجا شد. اینجا مگه یماند نبود؟ اینجا شد نیماند. اینجا دیدی یماند بزن نیماند، دیدی یماندن بزن نیماندن. خب پس با نیماندن منفی میشه و اینجا با اله و یماند، یماندن مذارت خواهم، یماندن حالت مثبتشه. حالا من یه مثال برات میزنم، میگم kennst du hier jemanden، میشناسی تو اینجا کسی رو؟ ببین معنیش همون میشه، معنیش همون همه و کس میشه، همه و یک شخص یا یک کس میشه، ولی من دیگه برات نمیدونم، ولی فقط صرفش فرق میکنه، مگرنه معنا یکیه. کنن فعلمون هست، یعنی شناختن. وقتی کنن میاریم فعل باید در واقع جمله به شکل آکوزاتیو، یعنی کنن فعل آکوزاتیوی هستش. به همین علت یماند دیگه نمیتونه یماند بمونه، میمونه یماندن، تبدیل میشه به یماندن. و وقتی میخوای با کنه جواب بدی میشه ایش کنه هیه نیماندن، نمیتونی بگی ایش کنه هیه نیماند. اگه بگی نیماند یعنی که تو جواب رو به صورت چی دادی؟ آکوزاتیو، چه نومیناتیو دادی، در صورتی که اجازه نداری اصلا این کار رو بکنی. شما وقتی فعل کنن دارین آکوزاتیو. اینا رو من دیگه دوره با تو نمیخوام، میدونی همین سوال دوباره من میگم کنست دو هیه اله، آیا همه رو میشناسی؟ و شما میگی ایش کنه نیماندن. میتونی اینجا یه ناینم بذاری ها، منظور من اینه که ناین، این هم میشه ناین، ایش کنه هیه، ایش کنه هیه نیمانده. خب پس اینم تمامشو منفی کردی. با همین ناینه میتونی بگی، میتونیم بگی اصلا هیچی نگه، بگی ایش کنه هیه نیمانده. همین من میگم کسی رو اینجا میشناسی؟ بچه ها میگی کسی رو نمیشناسم، یا میگی نه کسی رو نمیشناسم. در هر صورت کنن ببینی هیچ تغییری واسهش اتفاق نیفتاد، ولی فقط با نیمانده منفی شد. خب من براتون تمرین میذارم از این، بچه ها حفظش کنیم. الس اتفاس دیدید بذارید نیشت تو تمرین ها، ایمیل دیدید بذارید نی، ساختار رو تغییر ندین، در هر چهار مورد ساختار فعل رو تغییر ندید، از چیزی استفاده نکنید. اله یا یمان دیدید بذارید نیماند، اله یا یماندن دیدید بذارید نیماندن. من خودم شخصا فکر می‌کنم بحث خیلی ساده است، خیلی خیلی ساده، به خصوص که بحث قسمت سی و دیش دقیقا نیماند و نیماندن، فقط این آخرش ای ان اضافه شد، پس این دوتا یه بخش محسوب میشه. ایمیل و نی که دوتا کلمه مجزا است که معنی مستقل نام داره، خیلی راحته. فقط این الف و اتفاس، این نیشت رو دقت بکنید بچه ها، این نیشت رو دقت بکنید که حتی نیشت بنویسید نه نیشت. این اصلا کلن گرامر رو به اشتباه میندازید، یعنی در واقع راه حلی رو که میذارید برای امتحانتون، جوابی رو که میذارید اشتباه خواهد بود. اگر نیشت بذارید، این اس آخر رو نذارید، اینو دقت کنید.
شاد و پیروز باشین، فعلا به خدای بزرگ بسپارمتون.